درود رفقا، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از چنل لیلونگی. دوستان امروز قرار بهتون یاد بدم که با لاک باکس ها چیکار کنیم. خیلی وقتا شده که این لاک باکس ها واسهتون دراپ میشه و شما اینا رو فقط وندور میکنه، چون هیچ وقت نمیدونستید که چقدر چیزای مهم اینا میتونن واسه شما دراپ کنن که شما میتونید برید بفروشیدشون و گولد در بیارید. در واقع شما با باز کردن این لاک باکس ها فقط گولد واسه خودتون دراپ میکنید و گولد در میاره، چیزای بیوی دراپ میکنه، بیوی ها رو میتونید برید بفروشید. یعنی حالا یه بیوی خفنی واسه دون، حالا جلوتر بهتون میگم. و واسه باز کردن این لاک باکس ها کاری که باید انجام بدید داخل همه اکسپنشن ها، چه کلاسیک چه ریتل، یکی هستش. واسه همین دیگه تا آخر ویدیو با من همراه باشید. دوستان در مرحله اول بهتون توضیح میدم که چه چیزای این لاک باکس ها میتونن واسهتون دراپ کنن. در مرحله دوم بهتون یاد میدم که چطوری این لاک باکس ها رو بگیرید باز کنید. خب دوستان در مرحله اول باید اینو بهتون بگم که این لاک باکس ها همشون چیزای مختلف واسه شما دراپ میکنن. مثلا اسی لاک باکس داریم، خوریوم لاک باکس داریم و مثلا ماپ های لول 10 تا 20 یه سری از لاک باکس ها رو دراپ میکنن، ماپ های لول 20 تا 30 یک سری، ماپ های 50 تا 60 یک سری از لاک باکس ها رو دراپ میکنن. پس شما هر چی لاک باکس خفن تر و از یونیت های لول بالاتر دراپ کنید، چیزای گرون تری قاعدتا از داخلش در میارید. مثلا اگر شما داخل سیزن آف دیسکاوری هستید و لاک باکس مثلا لول 20 رو دراپ میکنید، الان دیگه ارزش خیلی زیادی نداره و الان حدودا مثلا شما بخواد اینکه لول 40 هستید به درد آنچنان نمیخوره. اما الان که لول 40 هستید مثلا یه دانجن میرین، این لاک باکس واسهتون دراپ میشه، شما حتما همتون بالاخره این لاک باکس رو گرید میزنید. اگه اشتباه نکنم بله هممون گرید میزنید. اینا رو وقتی که میبرید باید خیلی خوشحال باشید، به خاطر اینکه مثلا میگم برای مثال شما داخل سیزن آف دیسکاوری لول 40 از لاک باکس های لول 40 میتونید بک های 12 استراتی دراپ کنید یا 14 استراتی اگر اشتباه نکنم، و اینا رو میتونید مثلا برید 15 گل، 20 گل، 10 گل به این قیمت ها بگیرید بفروشید. البته دوستان اینا همش مثالی بودش که من فقط واسه بهتر متوجه شدن شما زدم. حالا قیمت و این چیزا میتونه فرق داشته باشه، فقط خواستم بهتون بفهمونم که اینا در بازه های لول های مختلف چه چیزایی میتونن واسه تون دراپ کنن و هر چه لول شما بهتر باشه چیزای بهتری از داخلش دراپ میکنین. و مثالی هم که زدم که مثلا یه چیز خوب میتونید دراپ کنین ازش مثال بگ بودش که شما میتونید برید بگ رو بفروشید و پول خوبی ازش در بیارید. حالا برفرض شما داخل چه لیشکینگ، چه کاتا، چه تی بی سی، چه کلاسیک، چه ریتیل این لاپاستر رو دراپ کردید و الان میخواین بگیرید بازش کنید. خب نه کنید دوستان، وقتی که روک شما هستید یا یکی دیگه روک هستش، یک اسکیلی داره به نام لاک پیکینگ. آره، و روگا این اسکیل لاک پیکینگشون رو مثل یه پروفشن باید بیارن بالا. همه روگا این پروفشن رو دارن و هرچی لولشون بالاتر بره اسکیل این پروفشن میتونه بالاتر بره، و واسه باز کردن هر لاک باکس اینا یک اسکیل خاصی میخوان. مثلا واسه لاک باکس 30 تا 40 اسکیل 100 رو میخواد، واسه لاک باکس 10 تا 20 اسکیل 50 رو میخواد. خب و اینها مثلا شما روگ 60 دیدید، یه سریاشون میتونن لاک باکس ها رو باز کنن به خاطر اینکه پروفشنشون رو بالا آوردن، یه سریاشون نمیتونن این لاک باکس ها رو باز کنن به خاطر اینکه ارزه نداشتن و پروفشنشون رو بالا نیاوردن و اونها اصلا روگ های واقعی نیستن. خب اینم بهتون توضیح دادم، پس شما متوجه شدید که اینو باید بدید به روگا واسهتون باز کنه. کاری که شما میکنید داخل استوروین یا هر جای دیگه که هستید، معمولا بیاید داخل میجر سیتی ها که یه کمی جمعیت بیشتر باشه و دشو رو بزنید، تایپ کنید و هر روگی که میبینید، روگای لول 40 رو بذارید من اینجا یک رفرشی کنم، هر روگی که میبینید باید بهشون وایسپر بدید که Hello, can you open این لاک باکس هم واسهش پینگ کنید و واسه همشون اینو بفرستید. دوستان واسه همشون بلا استثنا یکیشون بالاخره بهتون میگه که آره میتونم واسه تون بگیرم اوپن کنم و میاد شما رو اینوایت میده و خلاصه ادامه‌ی داستان. حالا من ببینم اینا کسی میاد منو اینوایت بدن، امیدوارم که اینوایت هم بدن. حالا من داخل این ویدیو یه مثالی هم واسه شما بزنم. خب یه نفر بهم جواب داد، بهم نوشت های یه 50 سیلور از من میگیره اینو مثلا باز میکنش. من بهش میگم حتما اینوایتش میدم و میبینم که کجا هستش. اینجا هست، شما واسه باز کردن به راحتی با روگ ترید میکنین، این لاک باکس رو این قسمت میذارید و اون مقدار پولی که طرف میخواد رو اینجا میذارید، منتظر میشید بازی کنه. وقتی که پیک لاک رو اینجا نوشت، براتی دکمه ترید رو میزنید و ازش تشکر میکنید
و میتونید برید و الان وقتی که روی این باکس کلید راست کنید، این باکس یه چیزی واسه شما میده. مثلا من 50 سیلور دادم این لاک باکس رو باز کردم و الان 70 سیلور میتونم برم اینو وندر کنم. 20 سیلور سود کردم و 30 سیلور داخل اکشن رو سود کردم. از اونجایی که من مطمئنم 15 تا استامینا و 4 تا اسپریت رو کسی نمیخواد، اگر انچانتینگ بودم دیس انچانتش میکردم و اگر انچانتینگ نیستم به این شکل وندرش میکنم. به همین راحتی دوستان. مرسی که ویدیو رو تا آخر با منم رو بودید. امیدوارم این ویدیو به درتون خورده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی بچه‌ها دمتون گرم. فعلا بدرود.